ما هم کار بودیم و با خصوص بنیاد یک بنیاد خیریه برای 100 تن از اطفال یتیم و بی‌بضاعت زمینه یادگیری حرفه های مختلف را فراهم ساخته است. این اطفال قرار است در 6 ماه آینده حرفه های خیاطی، کیف دوزی و تعمیر موبایل را یاد بگیرند. 100 تن از جوانان و نوجوانان یتیم و نیازمند در از نواحی مختلف شهر هرات که نواحی واقعا فقیرنشین هستند، اینا را سروی کردند، فرمه برای از اینا انداخته شد، کلا ثبت راجستر شدند و امروز ان شاء الله که کارگاه آموزشی از اینا که شامل خیاطی، تعمیر موبایل و کیف دوزی است توسط بزرگای امارت ان شاء الله افتتاح میشه. این روزها در روی سرکا و کوچه و پس کوچه های شهر هرات اطفال بی سرپرست و بی وضاحت بیشتر دیده می شود. فقر اقتصادی و نبود زمینه های کاری سبب شده است تا این کودکان به دور از درس و تعلیم وارد کارهای شاقه شوند. ریاست کار و امور اجتماعی می گوید سالانه حدود 2500 طفل روی سرک را جمع آوری و با کورس های آموزش فن و حرفه شامل می سازد. ما تا سال جاری حدوداً 500 طفل خیابانی را سروی کردیم. از اینا 300 نفر شامل برنامه های آموزش های فنی حرفه‌ای شد. البته خود طفل ها چون سن قانونی نظر به طرز عمل ندارند، ما کوشش میکنیم که یک از اعضای فامیل از این طفل خیابانی شامل برنامه های فنی حرفه‌ای کنیم. با این حال آگاهان به این باورند که در شرایط کنونی نیاز است تا زمینه های بیشتر آموزشی برای این اطفال فراهم شود. دولت مکلف است تا با همکاری نهادهای کمک کننده به این اطفال و خانواده های آنها رسیدگی کند. خاطر فن و حرفه برای استعدادیابیشان در بخش مختلف روزی بشه که هر کدام یکی از این بخش ها جوانانی باشند مفید به جامعه خود نموذجین شود. بنیاد عاطفی تا سال جاری 200 تن از این اطفال را زیر پوشش برنامه های فنی حرفه‌ای قرار داده است. این اطفال قرار است تا 6 ماه آینده حرفه های مختلف را یاد بگیرند. ما اکثر روز گردیدشم، اکثر روز هم به برنامه کیم به کار میرفتم، گردیدشم به مکتب میرفتم. همین جگا دیگه هم بنیاد عاطفی خیر بنام مساهم کردن که ما خیاطی یک شغل یاد گرفتیم. خیلی خوشحالم. کار ما رونق بده، ما بتونیم سر پای خود وای بستیم بعد از اینکه فارغ میشیم. نشه که مثلا ما تنها بذاره، باید با ما یک چیزی کمک بکنه دولت عزیز ما. وجود اطفال روی سرک یک موزل کلان در اجتماع است. در دو دهه گذشته به خاطر جمع‌آوری آنها و ایجاد زمینه‌های آموزشی کار بنیادی برای این اطفال صورت نگرفته است.